موزیک. این چهره ها را به خاطر بسپارید. اوپرالیا، مسابقه سالانه باشکوهی که پلاسید دومینگو برای آوازخوانی بنیان گذاشته، میتواند آینده حرفه‌ای آنها را به اوج درخشش برساند. در مرحله مقدماتی از بین 1000 نامزد 18 تا 32 ساله فقط 40 خواننده جوان برگزیده و به 23مین دوره این مسابقات دعوت شدند. رقابت ها امسال برای اولین بار در لندن برگزار شد. اوپرالیا بیش از 20 سال است که سراسر دنیا را در نبردیده و فکر میکنم واقعا وقتش بود که به لندن بیاید. لندن و کاونت گاردن از صحنه‌های اصلی هنرنمایی پلاسیدو دومینگو بوده. همکاران ما همه افراد و امکانات را با این هدف بسیج کردند و بالاخره هم راهی برای عملی کردن آن پیدا کردیم. دومینگو در جایزه‌ای که به بهترین خوانندگان مرد و زن ساراسوئلا اپرات اسپانیایی اهدا می‌شود متجلی است. هیسانگ پارک خواننده سوپرانوی کره جنوبی و یوان هوتیا خواننده تنور اهل رومانی برندگان امسال این بخش بودند. یوان را من از قبل می‌شناختم. ما با هم در مونت کارلو آهنگسازی کرده بودیم. من در اپرای آمیلیا به مجلس رقص می‌رود اثر منوتی از او استفاده کردم. او پیشرفت حیرت‌انگیزی کرده. واقعا خوشحال بودم. نمیتوانم توضیح بدهم. انگار خواب میدیدم. شوکه شده بودم. نمیدانم. لیز داویدسون نیز به خاطر اجرای اپرای تانهاوزر واگنر از برندگان اپرالیای 2015 بود و جایزه بیرگیت نیلسون را دریافت کرد. لیز نمونه دیگری از خوانندگان اهل اسکاندیناوی است که در اجرای آثار واگنر تبحر دارند. او این استادی را در کارش نشان می‌دهد. صدای شگفت‌انگیز و دراماتیکی دارد و می‌داند با این صدا چطور یک آریای دشوار را بخواند. تماشاگران بلافاصله مسحورش شدند. مشاوران رقابت‌ها این سوپرانوی نروژی را به عنوان بهترین خواننده انتخاب کردند. از بسیاری جهات این بزرگترین جایزه بود. از این نظر که ما برای مخاطبان می‌خوانیم و با همین آدم‌هاست که می‌خواهیم ارتباط برقرار کنیم. مؤلفه های زیادی برای حضور در این رقابت ها در نظر گرفته شده و برای همین تعجب آور نیست که برای مثال یکی از داورها به یک خواننده باس اهل آفریقای جنوبی فرصت اجرا می دهد. موسیقی